البته معصوم نیست. حالا اگر استادی سر کلاس یک مرتبه اشتباه بکنه در درس، میگن خب این معصوم نیست، یک مرتبه اشتباه کرد. بله؟ اگر برای مرتبه دوم هم اشتباه کرد، برای مرتبه سوم هم اشتباه کرد، دیگه کم کم تحمل این بچه ها سر کلاس یا تحمل اداره مدرسه یا اولیاء این دانش آموزها تحملشون تمام میشه. قهرن چیکار میکنن؟ درخواست میکنن که این معلم را از این کلاس عذرشو بخوان. مثال واضح تر که من در درس ها گفتم که اگر در شهرستانی اهالی اون شهرستان پولی جمع بکنن مسجدی بسازن، به حوزه علمیه نامه بنویسن که برای ما روحانی بفرستید، عالمی بفرستید که در این مسجد نماز بخوند و به ما احکام شرع را یاد بدهد. بله؟ از حوزه علمیه آقایی رفت اونجا، خب ازش استقبال کردن و صلوات هم فرستادن و سور هم دادن و عرض کردن که چراغانی هم کردن، رفتن مسجد، آقا ایستاد به نماز. در اولین نمازی که خوند سهو کرد بین رکعت سوم و چهار. میگن آقا تازه از راه رسیده، خسته است، بالاخره حالا معصوم هم که نیست، با ما کنه هو معصوم هم. خب آقا استراحت فرمودن، فردا تشریف آوردن، دوباره در نماز سهو کرد. این مأمومین به هم دیگه نگاه نمی کنن، نگاه تعجب. و این کار اگر 3-4 مرتبه تکرار شد، نامه می نویسن به حوزه علمیه، آقا لطفا این آقا رو با کمال احترام به طلبید برگرده، یک روحانی برای ما بفرست یا در احکام شهر. خب یک مسئله ازش پرسیدن، گفت نمیدونم. گفتن خیلی خوب، آقا معصوم که نیست، بالاخره فراموش میکنه، یادش نیست. مسئله دوم پرسیدن، باز سرش انداخت پایین. مسئله سوم پرسیدن، گفت باید مراجعه کنم، ببخشید. مسئله پنجم ششم را که پرسیدن، بعد نامه می نویسن به حوزه علمیه که آقا جان کسی را بفرستی، ما می خوام ازش احکام یاد بگیریم، نیست این تو؟ واقعا مطلب اینه. حالا کسی میخواد جای پیغمبر اکرم بنشینه، شوخی نیست. کسی میخواهد سد مسد رسول الله کنه و به اصطلاح خلع حاصل از رحلت رسول الله را پر کنه، فقط نبی نباشه الا نبوه. حسابشو بکنید شما، تصورشو بکنید. حالا اگر طبیبی بیاد از تهران اینجا مطبی را دایر کنه، تابلوی را نصب بکنه، بله آقا متخصص است در امراض چشم، خب مریض اولی که رفت از این پله ها بالا معاینه کرد، داروی که اون آقا داد مفید که واقع نشد، مضر واقع شد. مریض دوم، مریض سوم، مریض چهارم، آیا اهالی این شهر قیام نمی کنن بر علیه این دکتر؟ نمیگن آقا تابلو تو بردار برد کارت؟ طبعه قضیه اینه. حالا دقت کردی؟ پس چگونه میشه توجیه کرد؟ اینو بذارید کنار اون، اونو بذارید کنار اون، چند تا؟ یکی، دو تا، سه تا، ده تا، 20 تا خلاف شهر وقت میخواد خلیفت المسلمین باشه، یعنی جانشین پیغمبر اکرم باشه. تمام دعوای ما سر اینه که بله یه وقتی کسی میاد حاکم میشه در یک جامعه، به حکومت میرسه، حالا به هر شکلی، به هر نحوی، به هر دلیلی، اما خلیفت رسول الله بودن، امیر المؤمنین بودن، حرف ما سر اینه.